دوم سال 60 شروع طوفانی رو تو جبهه داشت و پیروزی‌های شیرینی که در قالب 4 عملیات برای ایران به دست آورد. اما قبل از اینکه به وقایع مهر ماه 60 نگاه کنی، باید کمی به عقب برگردیم. تو اپیزود قبلی کمی از فضای ملتهب سیاسی کشور تو شروع جنگ گفت. اما روزهای آخر خرداد 60 وقایعی اتفاق افتاد که باعث شد تابستون سال 60 یک بلبشوی سیاسی امنیتی کامل بر کشور حاکم بشه. تو 26 خرداد یک طرح دوفوریتی توی مجلس برای بررسی و ارزیابی کفایت سیاسی رنی صدر رئیس جمهوری وقت تصویب میشه. همزمان با این خبر یک صفوندی شهید سیاسی قابل توجه رخ میده و تو 29 خرداد ماه مسعود رجوی مرکزیت سازمان مجاهدین خلق با اعلام حمایت از بنی صدر نیروی خودش رو به خیابون میخونه. با ورود نیروهای سازمان به خیابون عملا وارد فاز جنگ مسلحانه با نظام میشن. نتیجه فراخوان رجوی درگیری 30 و 31 خرداد ماه که یک درگیری سنگین و خونین بود میشه و تو 31 خرداد مجلس به 177 رأی بنی صدر رو عزل میکنه. با عزل بنی صدر و جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق، ایران از نظر سیاسی امنیتی به شدت تحت فشار قرار میگیره و طول نمیکشه که موجی از حملات تروریستی توسط سازمان تو ایران شروع میشه. سازمان استراتژی خودش رو بر حذف سران نظام متمرکز کرده بود و تلاش میکرد با ترور شخصیتی سیاسی نظام رو هم سرنگون کنه. این موضوع باعث شد تا وضعیت سیاسی ایران حسابی به هم ریخته بشه. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و ترور شهید بهشتی تو تیرماه و انفجار دفتر نخست وزیری ترور شهید رجایی باهنر تو شهریور همون سال باعث میشه یه وضع امنیتی ایران به شدت به هم ریخته بشه. مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر از ایران خارج میشن و مسعود رجوی در تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی راه رو به جایی میبره که در آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حزب بنی صدر از صحنه سیاسی باعث میشه تا بخش از توان سپاه درگیر مسائل امنیتی بشه، اما به صورت کلی رفتن بنی صدر دست سپاه رو برای فعالیت باز میکنه و حضور سپاه توی جنگ از قبل پررنگتر میشه و کم کم ساختار سپاه انسجام بیشتری میگیره. تو شهریور سال 60 محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه معرفی میشه و از شهریور 60 حضور سپاه توی جنگ دیگه اون عملیات‌های محدود اول جنگ نیست و سازمان رزم و ساختار نظامی سپاه شکل متفاوتی به خودش گرفته. از طرفی هم ارتش توی این یک سال تونسته یک بازسازی قابل توجه توی پرسنل تجهیزات خودش داشته باشه و ساختار ستادی خودش رو سر و سامون میده. سال دوم با عملیات سامان الائمه با هدف شکستن حصر آبادان شروع میشه و این عملیات کاملا به موفقیت میرسه. شرق کارون کاملا پاکسازی میشه و حصر آبادان شکسته میشه. با سقوط پرواز 3130 فرماندهان تو دهم مهر ماه و شهادت فرماندهان رده بالا از جمله شهید فلاحی که در اون زمان بلندپایه‌ترین نظامی کشور و رئیس ستاد ارتش و عملا فرمانده کل قوا بود، تغییرات گسترده‌ای تو سطح ارتش رخ میده. این تغییرات در نیروی زمینی خیلی بیشتر دیده میشه. تو این تغییرات ظهیر نژاد که فرمانده نزاجا بود به ریاست ستاد ارتش منصوب میشه و علی سیاد شیرازی فرماندهی نزاجا رو به دست میگیره. با روی کار اومدن سیاد روابط بین ارتش و سپاه خیلی بهتر میشه و قرارگاه کربلا نقش کلیدی رو با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه بازی میکنه. ورود سیاد به جایگاه فرماندهی به روی ساختار نیرو زمینی هم تاثیر زیادی داره. سید شیرازی با تشکیل یه ستاد که یه ستاد عملیاتی بود و از اساتید گروه تاکتیک و عملیاتی دافوس استفاده شده بود، ستاد رزمی خودش رو تشکیل داده بود و عملا ستادی که تو تهران بود از صرف آشنایی سید با افراد و برای انجام روند اداری توی ارتش بود. نکته دوم تغییر در فرماندهی برخی از لشکرها و بخشای نزاجا بود که یک سری از افسرها به دلیل مسائل خاص حاضر به کار با سید نشده بودند و کنار رفتن. وضعیت نظامی ایران به صورت شکل آفندی به خودش گرفته بود و موازنه قدرت توی جنگ به نفع ایران بود. پیروزی تو عملیات سامان الائمه اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای به ایران میده و
و به صورت سه عملیات دیگه تحریزی و اجرا میشه. عملیات دوم ایران به اسم طریق القدس تو 8 آذر 60 شروع میشه و نزدیک 20 روز طول میکشه و منطقه بوستون تو جبهه میانی رو آزاد میکنه. این پیروزی شکاف مهمی رو تو جبهه یک باچه عراق توی جنوب ایجاد میکنه. تو دوم فروردین 61 عملیات فتح المبین تو غرب اندیمش تا شوش انجام میشه و این عملیات تو شمال خوزستانه. پیروزی این عملیات باعث میشه که عراق مجبور به یک عقب نشینی عمقی بشه و تقریبا شمال خوزستان از دستش خارج بشه. اما مهمترین عملیات ایران تو 10 اردیبهشت 61 تو منطقه جنوب اهواز و خرمشهر به نام بیت المقدس که یکی از بزرگترین پیروزی ایران توی جنگه و بعد از 19 ماه خرمشهر تو 3 خرداد 61 آزاد میشه. آزادسازی خرمشهر به نوعی شیرین‌ترین پیروزی ایران توی جنگه. یه پیروزی قاطع که با گرفتن 19,000 اسیر عراقی و آزادی شهریه که تو ذهنیت عامه مردم نماد اشغالگری عراق بود. پیروزی های پیاپی اعتماد به نفس زیادی به فرمانده ایرانی میکنه و این اعتماد به نفس باعث میشه که این توان رو توی خودشون ببینن که صدام حسین رو سر جاش میشونن. روند عقب زدن عراق و قدرت نمای ایران یه نکته قابل توجه داره. تو عملیات سامر الائمه مساحت منطقه عملیات نزدیک 150 کیلومتر مربع. به ترتیب توی عملیات بعدی توی طریق القدس 600 کیلومتر مربع، توی فتح المبین 2400 کیلومتر مربع و توی بیت المقدس 6000 کیلومتر مربع. و این نشون میده با قدرت گرفتن ایران و افزایش اعتماد به نفس، این توان و این جسارت بیشتر دیده شده که عملیات‌های بزرگتری را انجام بدن و مساحت بیشتری از خاک ایران رو آزاد کنن. تا پایان عملیات بیت المقدس در مجموع 8600 کیلومتر مربع از 15000 کیلومتر مربع اشغالی آزاد میشه. ایران الان توی مهمترین نقطه تصمیم گیری خودش قرار داره. فرصت زیادی هم نداره که تصمیمی رو بگیره که تا به امروز بحثای زیادی رو به همراه داشت. حالا اصلی‌ترین سوال و بزرگترین چالش برای فرماندهان و مسئولین این بود: ادامه جنگ چی میشه؟ باید وارد خاک عراق بشیم یا باید جنگ رو تموم کنیم؟ پادکست رادیو جنگ هر شنبه منتشر میشه و میتونید کانال ما رو در تلگرام با آدرس @radio_jang دنبال کنید. همچنین میتونید پادکست ما رو از اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و شنوتو بشنوید. تا هفته آینده که قسمت بعدی رادیو جنگ منتشر میشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.